یه جمله حاج مهد آقای طاهری گفت دل من رفت. شب دوم همینجوری که فرمودن، روز دوم روزی بود که قافله رحل اقامت انداختن کربلا. اول خیمه ای که بنا کردن خیمه عقیله بنی هاشم زینب کبرا بود. با عزت بیبی رو پیاده کردن. من میگم با عزت پیاده کردن، این رفقا دارن گریه میکنن. عباس رکاب گرفت، علی اکبر زانو زد، جوانای محرمش دورش گرفتن بردنش رو خیمه. یه چیزی حاج محمد آقا گفت، یه مقدارش هم گذاشت من بگم. روز 11 محرم که بهش میگن روز کوچ، تلخترین روز زندگی حضرت زینب. آقا روز عاشورا تو درگیری آدم درگیره، میره میاد، التهاب روز عاشورا. این اولین روزی بود که خورشید میتابید و زینب برادر نداشت. من یه جمله عرض کنم، مرحوم شیخ جعفر شوشتری مینویسه، میگه یه جمله ای رو همه رو سوار شتر کرد. یه زن تنهاست، شتر اگه جهازم داشته باشه، کسی هم باشه آدم رو سوار کنه، یه مرکب مرتفعیه، برای یه زن 56 ساله زخمه. دیدی ایش که نیست سوارش کنه، بالاخره هرجوری بود سوار میشد. اونی که اذیتش کرد این بود. اینا خب اومده بودن، اینا که انگیزه نداشتن، اینا که به جایی وصل نبودن، اینا میخواستن برن به زندگیاشون، به زن و بچه هاشون برسن، دنبال این بود کارو تموم کنن، سرعت بدن. یه مش حرومزاده دور دختر علی رو با شلاق گرفتن. میگن یلا سوار شو. یه شعری، من شاعرش نمیشناسم، نمیدونم کی گفته، اما حاج آقا من از این بهتر تو زندگیم سراغ ندارم. همیشه‌م روز 11 ببینید آقا چرا با چی شروع کرده. شاعر بوده، میتونه 3000 تا واژه انتخاب کنه، اما چی گفته؟ چی گفته؟ محرم زینب. این مال یه جایی که نامحرم ها دارن اذیتش میکنه. گفت محرم زینب رسیده وقت سواری. بر شطور خواهرت نه محمل و نه اماری داداش. وقتی میخواستم پیاده بشم خیلی کمکم کردن، حالا میخوام سوارشم کسی نیست. داداش یا تو زجاخیز یا که قاسم و اکبر بیا زیر بغلای منو بگیرید. دید نه توقع بی جای اینا سر در بدن ندارن. گفتم نداره داداش، خودم سوار میشم، به اینا بگو دور شطورم خلوت کنم.